به نام خدا، سلام دوستای خوبم. در آشپزخانه خودتان خوش آمدین. انشالله که جور و صحتمند باشین، دلتان شاد، لبتان خندان باشه. امروز تصمیم دارم یک کباب روش پخته کنم. انشالله که از دیدنش خوشتان بیا و لذت ببرین. با معرفی مواد اولیه پخته کردنش شروع میکنم. 1.5 کیلو گوشت گوسپند گرفتیم، 100 گرم دنبه گوسپند، 3 دانه پیاز، 3 دانه بانجان رومی، 1 دانه لیمو، 2 قوز سیر، 4 دانه مرچ، تخم گشنیج، مرچ سیاه، مرچ مساله دار، نمک و کچولو 5 دانه، نظر به خواست خودتان بگیرین. بسم الله گفته شروع میکنم. ما گوشت گوسفند گرفتیم، از قسمت مایچه گوسفند گرفتیم استخواندار. گوشت استخواندار باشه بسیار مزه‌دار، شما نظر به خواست خودتان بگیرین، ولی گوشت استخواندار مزه زیاده. 100 گرم دنبه رو گرفتیم، در داخل دیگ مندازم، در سر دنبه گوشت میمونم، خوب مرتب میچینم. دنبهشون به دلخواه خودتان است، اگر خدای نخواسته مریضی چیز دارین که نمیتونین دنبه نوش جان کنین نندازین. خود گوشت گوسفند روغن داره، دیگه روغن استفاده نمیکنم من. اگر شما باز دنبه خوش نداشتین میخواستین روغن استفاده کنین هم میتونین. گوشت چیندم، یک قاشق در سرش نمک مندازم، نمک اول انداختم که مزه دار شوه. بعد از او 5 تا کچلو رو ما پاک صدره ششتیم، امروی پوستش میمونم، پوست نکردیم، باز پوست کنیم کچلو میشاره. 3 دانه بانجان رومی رو میمونم، البته ما سبزیجات کلش ششتیم قبلا. 3 دانه پیاز کلش سالم میمونم، مرچ تازه، من از مرچ شیرین استفاده کردیم، نظر بدل خواهیتان. اگر تون میخورین از مرچ تند استفاده کنین، ما به خاطر اولاده مرچ شیرین استفاده کردیم. 2 قوزه متوسط کلان نی سیرم ماندم، یک مقدار نمک دگام مندازم و که نمک دار شوه کچولوام. دیگه تخم گشنیچ مندازم، مرچ سیاه رو مندازم، یک قاشق مربا خوری. دیگه مساله زیاد استفاده نمیکنم، اما قدر کفایت میکنه. یک قاشق مرچ مساله دار انداختم که یک ذره تون بیه. لیمو رو توته کنم، نصفش استفاده میکنم، کلش استفاده نمیکنم، آبش مندازم. دیگه کل چیز انداختم، حالا سر دیگ بخار قایم میکنم. سر دیگ بخار که قایم کردم برای 1 ساعت سر گاز بسیار به حرارت کم، مثل که برنج دم میمونین اونو که حرارت گاز کم باشه تا آرام آرام پخته شوه، چون آب دش استفاده نمیشه نسوزه. من برای 1 ساعت موندم، 1 ساعت بعد سر دیگ باز میکنم. ببینین دوستا، ببینین چقدر مقبول پخته شده، نه کچولو شوریده نه گوشتش. البته کچولو رو در زیر نمونین، در سر بونین، اول گوشت بچینین، کچولو رو هم روی پوستش. ببینین دوستا چقدر خوبش آمده، عطر و بوش کل فضای آشپزخانه رو پیچانده. البته میتونین از دیگه مساله استفاده کنین، من از مساله زیاد استفاده نکردم. اینیام روغنش، روغن کشیده، گفتم اگر دنبه دوست دارین میتونین استفاده کنین، اگر دوست ندارین میتونین از روغن معمولی استفاده کنین، نظر به خواست خودتانه. بیام از دنبهش. خب دوستا، مکالش کشیدم و آل دروش کم نانای تازه هم پاش میتونم که هم مقبول شوه هم خوش حطر شوه. دیگه کباب روش آماده شد. ببینین دوستا، کباب روش آماده شد، دور از دلتان، بسیار مزدار خوبش آمده. انشالله که شما رو خوشتون بیا باش که یک دانشم براتون توته کنم. ببینین چقدر خوبش نم شده، من برای 1 ساعت موندم. نظر به دیگ بخارتون بونین، حرارت گاز باید خیلی کم باشه، مثل که برنج دم میدین که از پشتون نسوزه. حرارت کم باشه برای 1 ساعت آرام آرام میجوشه، او پیاز و بانجان رومی و خود گوشت پخته میشه با هم آب خود سبزیجات. ببینین دوستا چقدر خوبش آمده، دور از دلتان. واقعا یک غذای بسیار مزدار است، بسیار آسان هم است. دیگه کل چیز شده عرض 5 دقیقه آماده کنید، مانین بسیار راحت پخته میشه. حالا مرتزا جان نوش جان میکنه و شما عزیزان میگه که مزه ازی روش چه رقم آمده. سلام دوستان عزیزان، به کانال من خوش آمدیم. امروز با مانم روش پخته کرده، آن نوش جان میکنم که مزهش چه خیلی
بسم الله. دوستو خیلی خوشمزه بود. اگه به جای من خوش دارید قلب کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید. بای بای. زنگ زدم یادتون نره. بای بای. خب دوستای نازنین، رسیدیم به پایان ویدیو امروز که کباب روش پخته کردم. انشالله که از دیدنش خوشتان آمده باشه و لذت برده باشین. اگر خوشتان آمد حتما همراه دوستانتان شریک بسازید. تشکر که همیشه مرا حمایت میکنه. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند بزرگ و مهربان مسپارم. زندگی خوش و آرام داشته باشین در کنار فامیلتان. خداحافظ شما عزیزان. وقتتان خوش.